خیلی ها فکر میکنن که باید تمام مطالب رو بخونن بعد شروع بکنن به جمع بندی و تستای کنکور رو بزنن، یا به اصطلاح تستای کنکور رو اسپویل نکنن، بذارن اون آخر سر بزنن که درصدا واقعی تر باشه. تمام این افراد اشتباه میکنن. سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. من حسین چگنی هستم و توی این ویدیو میخوام در مورد این صحبت بکنم که ما چه زمان برای عمومی ها باید جمع بندی بکنیم. ما برای دانش آموزی خودمون از اسفند گذاشتیم جمع بندی عمومی رو، ولی شما که الان دارید این ویدیو رو میبینید هر چه سریعتر جمع بندی عمومی رو باید شروع بکنید. به این گونه که میایید یه کتاب میگیرید، کتابی که مخصوص کنکورهای عمومیه، حدود 38 تا 36 تا آزمون عمومی داخل این کتاب هست. میایید این آزمون عمومی رو به صورت یک روز در میان از همین فردا شروع میکنید به حل کردن و جوری تحلیلش میکنید که انگار اون پاسخنامه یک منبع مطالعاتیه برای شما. این باعث میشه که شما کل عمومی رو هر دو روز یک بار مرور بکنید و دیگه تا مدت حداقل 20 روز نیازی نیست عمومی چندانی مطالعه بکنید. این خودش میشه بازه مروری شما. شما اگر حداقل 50% مطالب عمومی ها رو خوندید، بیاید و این کار رو انجام بدید. شما هر روز صبح ساعت 8 صبح میایید پشت میزتون میشینید، شروع میکنید حل کردن اون سوالات. 1 ساعت و 15 دقیقه، 75 درست تایمش 100 سوالیه. زمانی که تموم شد همون لحظه شروع میکنید تحلیل کردن تا مثلا ساعت 10:30 تا ساعت 11. مطالبی هم که تا الان نخوندید، مثلا درسای آخر دینی 12، اونا رو هم بزنید سوالاتشو تا جایی که میتونید، فکرتون رو درگیرش بکنید و تحلیلش بکنید. این کار چه مزیتی داره نسبت به اینکه اول کل مطالب رو بخونیم بعد بیایم سوالات کنکور رو حل بکنیم؟ شما الان که داری سوال کنکور رو حل می‌کنی، مباحث مرور میشن برات. حالا فکر کن 38 بار این کارو داری انجام میدی. بعد از این 38 بار که البته 10 تای اول یه روز در میونه، بعدش دیگه باید هر روز انجامش بدی. بعد از این 38 بار یک اتفاق خیلی خیلی مهم میفته و اونم اینه که شما مطالبی که تا حالا نخوندی هم برات بدیهی شده. مثلا اگر شما مبحث ترجمه عربی رو نخونده باشی، الان دیگه بخوای بیای ترجمه عربی رو بخونی، اگه قرار بود از تو یک هفته وقت بگیره، فقط یک روز وقت میگیره. چرا؟ چون 38 بار دیدی سوالاتشو توی کنکورایی که زدی. پس بهترین کار برای تمام کسانی که حداقل 40-50% عمومی ها رو تا الان حداقل یک دور خوندن، اینه که شروع بکنن زدن آزمون‌های عمومی از همین الان. حالا کنارش میتونید یه تایم عمومی هم اختصاص بدید بعد از ظهرها، ولی خب از اونجایی که کل صحبتتون رو درگیر می‌کنه، بهتره بقیه تایمتون رو به اختصاصی‌ها اختصاص بدید. خب من در خدمتتون هستم، هر سوالی داشتید میتونید بپرسید، کامل خودم پاسخگو هستم و ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب بکنید و پیج منو فالو بکنید. دیگه همین دیگه، خدافظ.